طبیعت دوستان معمولاً ایام بهار را برای بومگردی برمی‌گزینند. اما جا به جا کردن فصل گردش هم ممکن است تجربه جالبی باشد. در دامنه شمالی کوهستان گررین، خواهی نخواهی رودی به نام گاماسیاب و سرشاخه های آن مسیر گردش را تعیین می کند. روزهای پایانی آبان، کناره های گاماسیاب و محیط پیرامون آن در تسخیر پاییز است. بیدها و نیزارهای زرد و نارنجی دو سوی رودخانه را تا دور دست هاشور زدند و درختان بدون هیچ تنپوشی در خوابی عمیق فرو رفتند. اما گاماسیاب بیدار و جاری است. گاماسی به معنای گاو ماهی است. این رودخانه در دوآب خزل در مرز کنگاور و نهاوند حوضچه‌ای بزرگ شبیه یک ماهی تشکیل داده. رود گاو ماهی نام خود را از این پدیده بر نگرفته و ترسیم این شکل اتفاقی طبیعی است. اگر به دنبال وجه نام گاماسیاب و سرچشمه های آن باشیم، باید دوآب خزل را به قصد جنوب نهاوند تعقیب کنیم. اینجا سراب گاماسیابه، بزرگترین و پرآبترین چشمه ایران در جنوب استان همدان و 21 کیلومتری شهر نهاوند. بالادست گاماسیاب یک پدیده طبیعی جذاب و دیدنی هست. غار گاماسیاب بر دامنه کوه گررین قرار دارد. گشتی در غار ما را از چگونگی پیدایش سراب پایین دست آگاه می کند. این غار بزرگ 40 متر طول و بین 2 تا 8 متر پهنا دارد. آبدانه هایی که از سقف می چکند کف غار را لیز و گلالود کردند. این آبدانه ها به آسانی به اینجا نرسیدند. حفره ها و شکاف های غار از جنس آهکی آن خبر می دهند. در کوه های آهکی وقتی آب در زمین نفوذ می کند، سنگ ها و توده ها را در خود حل کرده و کم کم شیارها و حفره های ایجاد می کند. شیارها و حفره‌ها بارش‌ها را به سفره‌های زیرزمینی هدایت می‌کنند. آب‌های انباشته شده در سفره‌های زیرزمینی بیشتر به صورت چشمه‌ها و سراب‌ها خارج می‌شوند. اما در مواردی نیز مانند غار وقت ساعت در درود لرستان و تاف بل در اورامان غارهای بزرگی ایجاد می‌کنند. غار گاماسیاب یکی از همین غارهای آهکی است که به مرور آب در عمق آن نشست کرده و از پایین دست خارج شده. از میزان خروجی سراب پیداست غار گاماسیاب نیز در گذشته بسیار پر آب بوده. اما به راستی سرچشمه این همه آب از کجاست؟ کوهستان پهناور گررین بخشی از سلسله زاگرس در غرب ایران است. گررین
با طول تقریبی 130 کیلومتر از نزدیکی بیستون در کرمانشاه تا بروجر در لرستان کشیده شده و بخشی از مرز طبیعی استانهای همدان و لرستان را ترسیم کرده است. خط رأس گرین با بیش از 35 کیلومتر طول بین شهرستانهای نهاوند در استان همدان، نوراباد، علشتر و بروجرد در لرستان کشیده شده است. ولاش، یالکبود، میشپرور، چالگاو و چهل نابالغان بلندترین قله‌های گرین هستند که بین 3200 تا 3600 متر بلندا دارند. قله‌های گرین از ارتفاعات برفگیر زاگرس به شمار می‌آیند. فصل بارش این کوهستان از میانه پاییز آغاز می‌شود و بلندی‌های آن معمولاً 7 ماه سفید پوشند. میانگین بارش گرین نزدیک به 500 میلیمتر در سال است. یخچال‌های پربرف و ماندگار کوهستان گرین اصلی ترین عامل پرآبی گاماسیاب و سایر سراب‌های نهاوند هستند. گاماسیاب نام خود را از این شکلک های برفی گرین گرفته. گا به معنی گاو و ماسی نیز تلفظ سانسکریت ماهی است. در برخی سالهای پربارش از انبوه برف های گرین دو توده همچنان تا تابستان بر جای می مانند. انسان های گذشته این توده های برفی را به گاو و ماهی تشبیه کردند و آنها را سرچشمه اصلی سراب گاماسیاب دانستند. گاماسیاب مسیر بومگردی پرجاذبه است. در امتداد آن هم شیوه های از زندگی را می تواندید، هم جلوه های از تاریخ و طبیعت را. با فرارسیدن بهار، برف‌های گرین اندک اندک آب می‌شوند و جنب و جوش دامداران اولین فعالیتی است که به چشم می‌آید. برای حفظ منابع طبیعی، عشایر کوچرو از نیمه دوم اردیبهشت مجاز به حضور در گرین هستند. نزدیک به 1500 خانوار از دامداران ترکاشوند و علشتر هر ساله گرین را به عنوان ییلاق بهاری خود انتخاب می کنند. سکونت عشایر از دامنه های گرمتر آغاز می شود و دام ها نیز در کوه پایه های کم ارتفاع می چرند. گرین چراگاه بسیار وسیع است. در هر دوره از کوچه بهاره نزدیک به 500,000 دام از روئیدنی های این کوهستان تغذیه می کنند. دامداران برای دسترسی به علف های تازه هر چند روز یک بار مکان خود را به نقطه‌ای بالاتر تغییر می دهند و تقریباً یک ماهی طول می کشد تا به بلندی های گرین می رسند. اینجا هم علف تازه دارد و هم هوایی خنک و مطبوع.
اما روزهای گرم نیز به سرعت در راهند و لباس گوسفندان باید کم کم سبکتر شود. گرین سهم کشاورزان را نیز از داشته‌های خود می‌پردازد. گاماسیا با دبی 1300 لیتر بر ثانیه اصلی ترین منبع تأمین آب کشاورزی نهاوند است. این رود پس از جاری شدن ابتدا باغ‌ها و مزارع بر آینه، ده ابراهیم، ده هیدر، بیان و قلعه قباد را سیراب می‌کند و سپس وارد دشت نهاوند می‌شود. در زمین‌های هموار اطراف این روستاها که مشکل کم آبی چندانی ندارند، بیشتر یونجه و شبدر کاشته می‌شود. یونجه و شبدر نسبت به غلات آببر هستند و کاشت آنها برای تأمین خوراک گاوداری‌های نهاوند ضروری است. از سوی دیگر علوفه 2 تا 3 بار در سال چیده می شود و کم زحمت‌تر و پردرآمدتر است. زمین‌های پرشیب نیز بی استفاده نمانده اند. دیمکاری غلات راهی است که روستاییان برای بهره برداری از آنها جستند. آی گونه یا پویز یا بهار مکاریمو. بعد برای چی استفاده میکنید؟ به چی درد میخورید؟ برای حیوانا، گاو، بز، میش. بعد این بهتره یا کاه و یونجه؟ نه، این از کاه و یونجه بهتره. آها. هم قوتش بیشتره، هم آبیاریش میکنید اینو؟ ای آبیاری نمیشه، ای فقط در زمین های دم میکاریم. شیب هم داره؟ آره، زمین های شیب دار. دانش کانه خوبی نه؟ قبل از آن که زیاد از سراب گاماسیاب دور شویم، باید به خاطر داشته باشیم که اینجا یکی از گردشگاه‌های پربازدید نهاوند است. گاماسیاب با آبی سرد و گوارا محیطی دلنشین است. گویین که این سراب از دید شاهان گردشگری چون ناصرالدین شاه پنهان نبوده و اهالی ورآینه از سفر ناصرالدین شاه به اینجا در سال 1309 هجری قمری خاطراتی را سینه به سینه نقل می کنند. ناصرالدین شاه سفر داره به این منطقه که میاد سر سراو گاماسیو. این سراو گاماسیو هم این او ایتر پشت نویه. این او فقاره کشیه رت آسمو که ناصرالدین شاه میاد این او نظر بد موره و نیرویاش میوه شن یا سنگ بر دیدش که این اوج نظر بد بفته. نیرویا میارن سنگ شن مرزن جلو فقاره او نمیرن و نیرویاش میوه روی تو در روستای برای نه بیارید که این او مهار کنن. میان روستای برای نه یه نفر ما پرسن میوه کسانی ما که این او مهار کنن. میوه
یک دو سه نفر حساب به نام ایساخون موساخو که بچه ها روسم خونن و اجداد بنده هم که آمیا قوی هکلی هم ار اونو بیان متونن ماهرش کنن که اونونو میارنو که با این سنگی ها قوی اینونو مرزن توی او مهار منن و او گاماسو پشت ما. با دور شدن از سراب گاماسیاب به نهاوند میرسیم. نهاوند شهری کهن است که یافته‌های تپه گیان و معبد لاودیسه در محله پاقلا به اهمیت و رونق آن از دوران مادها تا سلوکیه گواهی می‌دهند. این شهر همچنین در پایان دوران ساسانی آخرین سنگر مهم این سلسله در برابر مسلمین بوده است. در شمال شهر نهاوند مزاری مشهور به بابا پیره دیده می شود که روایتگر آخرین نبرد مهم سپاهیان یزدگرد با مسلمین است. در سال 21 هجری قمری سپاهیان سعد وقاص به فرماندهی نعمان ابن مقرن مزنی با سپاهیان ساسانی به فرماندهی پیروزان در دشت کفراج نهاوند برهم زدند که نتیجه آن شکست پیروزان بود. مسلمین این پیروزی مهم را فتح الفتوح نامیدند و نعمان ابن مقرن فرمانده کشته شده خود را در این مکان به خاک سپردند. نهاوند پس از اسلام همچنان شهری مهم بوده، اما آثار تاریخی بر جای مانده در آن بیشتر مربوط به دوران قاجار است. بازار سنتی سنگمیل، مسجد جامع، حمام حاج تراب و پل زرامین یادگارهایی از زمان حکومت محمود میرزا، فرزند فتح‌علی شاه و دوران ناصرالدین شاه هستند. نهاوند کنونی شهری است در جنوب غرب استان همدان با جمعیت تقریبی 180 هزار نفر. بیشتر مردم این شهر به زبان لوری با گویش نهاوندی صحبت می کنند و بخش‌هایی از آن نیز مانند براینه، محمود بند و منطقه خزل لک زبانند. میهمانان و گردشگرانی که به نهاوند می آیند معمولاً دیدن پدیده‌های طبیعی این شهر را بر اماکن تاریخی ترجیح می‌دهند. یکی از این جاذبه‌های طبیعی در 19 کیلومتری غرب نهاوند است. جنگل گیان در جبهه شمالی کوه گررین و در امتداد دره‌ای قرار دارد که اهالی محلی به آن درون می‌گویند. از زیر یکی از صخره‌های دربند چشمه پر آبی می جوشد که به سراب گیان معروف است. به نظر می رسد در هر ثانیه نزدیک به 500 لیتر آب از این سراب خارج و در میانه دره جاری می شود. رود گیان هرچه پیشتر می رود چشمه های کوچک و بزرگ دیگری نیز به آن می پیوندد و پرآب‌تر می شود.
گیان از معدود نقاط استان همدان است که دارای پوشش جنگلی با درختان بلوط است. درختان بلوط در بالادست دره دیده می شوند و از آب رودخانه چندان بهره‌ای نمی برند. اما به عوض چنارها و گردوهای کهنسال گیان ریشه در آب دارند. کسی نمی داند این درختان را چه کسی کاشته و آیا اصلاً دست کاشته هستند یا خودرو. اما همه می دانند که سایه سار آنها تفرجگاه دلپذیری است. گستردگی محیط و انبوه درختان سبب شده گیان بیشتر از سایر گردشگاه‌های طبیعی نهاوند مورد توجه باشد. کتیبه‌ای هم که از دوران ناصری بر جای مانده از پیشینه گردشگری اینجا حکایت می‌کند. مساحت کلی جنگل گیان نزدیک به 200 هکتار است. گذشته از بلوط، چنار و گردو، بیدهای آبی و زلزلک‌های پر آب نیز در اینجا خودنمایی می‌کنند. رود گیان پس از خروج از میانه جنگل زمین‌های ظفرآباد و میهن‌آباد را سیراب می‌کند و به گاماسیاب می‌پیوندد. ممکن است دیدن چندین باره گیان موجب تکراری شدن آن شود، اما این موضوع در شهر سراب‌ها جای نگرانی ندارد. می‌توان 7 کیلومتر آن سوتر از گیان طبیعت فارسبان را نیز تجربه کرد. فارسبان سرابی است در 26 کیلومتری غرب نهاوند در نزدیکی روستای کمالوند. این سراب در ابتدای دره بزرگ بر دامنه کوه گرین قرار دارد. محیط پیرامون فارسبان نیز مانند گیان جنگلی است، اما از چینش درختان و یک دستی آنها مشخص است که بخشی از جنگل اینجا دست کاشته است. سراب فارسبان پرآبتر از گیان به نظر می رسد و دبی آن حدود 1300 لیتر بر ثانیه است. نیمی از آب جهت مصرف آشامیدنی به روستاهای پایین دست منتقل شده و مابقی آن به مصرف کشاورزی و پرورش ماهی میرسد. در محبته فارسبان درختان گردوی کهنسالی دیده می شود. بزرگترین این درختان به گردوی یک جریب معروف است که مساحت بسیار گسترده ای را در بر گرفته. بنابر نقل اهالی، عمر درخت یک جریب بیش از 400 سال است. حلقه زدن بر گرد این درخت و اندازه گرفتن قطر تنه آن یکی از سرگرمی‌های افرادی است که با این پدیده کهنسال مواجه می‌شوند. متاسفانه چند ماه پس از تصویر برداری این درخت مطلع شدیم که بخشی از آن به دلیل سنگینی شاخه ها شکسته شده
اما هنوز هم یک درخت بزرگ به شمار می آید. آخرین سراب دامنه شمالی گرین کنگاور کهنه نام دارد. کنگاور کهنه در 45 کیلومتری غرب نهاوند است. این سراب در سایه چناری کهنسال از زمین می جوشد و جاری می شود تا به نزدیکی تپه باستانی قلعه دختر برسد. جریان کنگاور کهنه به سمت روستایی به همین نام پیش می رود. احتمالاً سراب نام خود را از این روستا برگرفته. می گویند پیشینه این روستا کهن‌تر از شهر کنگاور است، لذا به آن کنگاور کهنه می گویند. در این مورد سندی در دست نیست، اما پایین‌تر از روستا تپه باستانی کاوش نشده‌ای وجود دارد که ممکن است در آینده دفتری ناخوانده از تاریخ منطقه خزل نهاوند را بر روی ما بگشاید. قلعه دختر همین تپه مسطحیه که روبروی منه. از قلعه تاریخیش هم چیزی نمونده، آثاری به جا نمونده، فقط یه سری سنگ‌های دیواره‌هاش و این خرده سفال‌هایی که اینجا دیده میشه. یک روستا اونجا هست که تخریب شده و خرابه هاش دیده میشه که همون روستای قلعه دختره که اینجاست. کسی نمیداند که دختر گبری چه کسی بوده. از آثار قلعه اونیز غیر از چند پلکان سنگی چیزی پیدا نیست، اما موقعیت ممتاز آن بیانگر اهمیت آن در گذشته بوده است. در ایران قلعه های متعددی به نام قلعه دختر یا قلعه دختر گبری وجود دارد. بیشتر آنها نیز بر بلندی ها و جاهای سخت گذر ساخته شدند. پژوهشگران بر این باورند که مشخصات معماری و مصالح این قلعه ها شبیه به ساخته های دوران ساسانی است و احتمالاً قلعه دخترها دژهای دفاعی در برابر دشمنان بودند. جریان کنگاور کهنه در نزدیکی قلعه دختر گبری به گاماسیاب سرریز می شود و به سفر ما در کنار همین تپه رازآلود پایان می دهد.